اعتماد انگشتری نیست که به دست هر کسی بیاد، ولی گاهی اعتماد میتونه اون انگشت رو قطع کنه. این مسخ. به مسابقه سرنخ خوش اومدید. در هر قسمت از مسابقه دو شرکت کننده به عنوان دستیار به کمک من میان تا یک پرونده جنایی رو حل کنن. دستیارای من برای حل هر پرونده از سرنخ‌های مرتبط با جرم رخ داده و همچنین از بازجویی مظنونین پرونده استفاده می‌کنند. مظنونین ما بازیگرایی هستند که تحت نظر تیم کارگردانی و بر اساس رفتار و سوالات دستیاران کارآگاه به اونها پاسخ میدن. سلام. سلام، خوبی؟ ممنونم. قربونت برم. حالت چطوره محمود جان؟ خوبه. خوب. دیدی اسمتو میدونم؟ آره میدونی. فامیلی چیه؟ مرادی. محمود مرادی. بله. سلام. حالت چطوره؟ عالی. لبخند شیرینی داری. زنده باشی. خودتو معرفی کن. کاوه قیصری هستم. چند سالته محمود؟ 34 سالم. ازدواج کردی؟ با سر جواب میدی؟ آره دیگه، حالا بعضیشون با ریاکشن جواب دادن. با ریاکشن. غذا چی دوست داری؟ قرمه سبزی. با پیاز، با دوغ، با نوشابه. نه. آره. با دوغ ترش. خوابم میگیره. بخواب. نمیشه. با سیر میخور یا پیاز؟ جفتش بو میده. بخور. خیر. باش. قرار دستیار کارآگاه بشی، درسته؟ مثل اینکه. مثل اینکه رو خوب اومدی. بله. و تا حالا دستیار کارآگاه بودی؟ نه نه بودم، اولین بار دی. بفهم قبلا دستیار کارآگاه بودی؟ نه بابا اولین بار. کار پلیسی تا حالا کردی؟ نه. مطمئنی نه؟ تا حالا صحنه تصادف ندیدی داری رد میشی بگی به نظر من این مقصره؟ آره پلیس راهنمایی که قطعا نگاه کردیم، گفتیم مثلا ماشین مقصره، موتور مقصره. خب این فرق میکنه با کارآگاه با پلیس. من نگفتم کارآگاه. ببین به جزئیات دقت نمی‌کنی، میری تو مسابقه اذیت میشی. من گفتم تا حالا کار پلیسی کردی یا نه؟ پلیسی حالا از این نظر که بگی اومدم مثلا این کارو کردیم دیگه، همه قطعا این کارو کردن. بریم سراغ چالش. بریم. بذار من اول پشتمو بخورم به گلیا پوچمو. نگاه نکن دیگه. سر بالا، سر بالا، سر بالا. نگاه بالا. آفرین، 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 آفرین. ببین این دست و این دست. اینا رو میتونیم جابجا کنم. گوله دست. این گله. پوچ. کدوم؟ اول پوچو میگی، همه اول میگن کدوم گله. تو بخوای کدوم پوچه بگو. من میخوام ببینم کدوم پوچ. بگو. دستی که ساعت پوچه. دو دستتون هست پوچه. عوض کن محمود. محمود عوض. محمود داری اشتباه میکنی. محمود درست میگه. محمود داری اشتباه میکنی. درست میگه. محمود داری اشتباه میکنی. نه دارم درست میگه. دستی که ساعت دارن پوچه. بله. ولی گل بود. شانس ماست. محمود داری اشتباه. محمود داری اشتباه میکنی. آفره. محمود خیلی کار درست. قربونت برم. شکر. آماده ای؟ بله. شروع. در عصر 11 اردیبهشت، خانواده آقای شهری که برای گردش در شهر از منزل خارج شده بودند، به محض بازگشت خود متوجه سرقت از منزل می شوند که طی این سرقت کلیه جواهرات و پسنداز داخل منزل این خانواده که برخی از این اموال به صورت کاملا مخفی در پشت کمدی در داخل اتاق خواب قرار داشت و جاساز شده بود به سرقت رفت. هیچ یک از اموال مسروقه شامل بیمه نبودند و فشار روانی این سرقت باعث شد خانم اسکندری که همسر آقای شهری می باشند دچار سکته قلبی مختصری شوند. با بررسی های پلیس مشخص شد قفل درب ورودی منزل دچار شکستگی نشده و کاملا سالم است و سارق برای انجام سرقت خود جستجوی زیادی انجام نداده و مستقیما سراغ اهداف خود جهت سرقت رفته است و همچنین بوی سیگار داخل خانه نیز از نکات قابل ذکری بود که در داخل خانه احساس می‌شد. با بررسی شواهد و سرنخ‌ها و همچنین گفتگو با خانواده مال باخته، سه نفر به عنوان مضمونین اصلی این سرقت شناخته شدند. خیلی خوش اومدید به مسابقه سرنخ. محمود و کاوه عزیز. جزئیات پرونده رو که می‌دونید. سرقتی صورت گرفته از منزل شخصی آقای شهری. طلا جواهرات ایشون که در کمدشون جاساز شده بود شکسته میشه کمد و طلا جواهرات توسط سارق
از منزل ایشون خارج میشه. من چند تا سرنخ برای حل این پرونده در اختیار شما قرار میدم. 1. عکسای داخل منزل. 2. عکسی که از بیرون از منزل گرفته شده. 3. لیست تماس‌های مظنونین. و سرنخ آخر، عکسای منتشر شده در فضای مجازی متهمین. بریم با مظنونین آشنا بشیم و برگردیم. با مظنونین آشنا شدید. 3 تا نکته رو شما موظف هستین که رعایت کنید. نکته اول، زمان محدودی دارید و سعی کنید به حاشیه نرید و اجازه ندید متهمین شما رو از هدف اصلیتون که بازجوییه دور کنه. 2. میتونید به سرنخ‌ها دست بزنید، چرا که قبلتر توسط پلیس آگاهی انگشتگاری شدن. و نکته آخر، مظنونین که روبروی شما قرار میگیرن متهم و یا مجرم نیستن. اونا بازیگرانی هستن که تحت کنترل گروه کارگردانی هستن که با توجه به رفتار و گفتار شما از خودشون عکس العمل نشون میدن. میریم برای شروع مرحله اول مسابقه سرنخ. آماده اید؟ بفرمایید. محمود، پرونده رو از کارآگاه گرفتی؟ سرنخارم گرفتی؟ بله. چه خبره؟ پرونده چه جوریه؟ پرونده خیلی پیچیده است. ناراحتی از چیزی؟ چطور؟ تو چهرت احساس میکنم ناراحتی. نه، یه مقدار زیادی که فکر میکنم این شکلی میشه. زیاد فکر میکنی این شکلی میشه. خیلی خوب. اگه پیچیده نبود، صاف بود که نمیدادیم به شما. آره. خودمون حلش میکردیم. نه، پیچیده بود از این چیه؟ چون همه افراد خیلی نزدیکن. به نظر من، حالا که اطلاعات خاصی ندارم قبل از بازجویی، ولی خب با توجه به سرنخ‌هایی که کارگاه بهمون داده، خیلی به اون دو نفری که هم بنا و همون شخصی که همسایه‌شونه بیشتر از بقیه مشکوکم. حالا دیگه همه تلاشمو میکنم ببینم مظنون اصلی کیه دیگه. امیدوارم موفق باشی. فکر میکنم ما بعد موقع اومدیم تو هم کاغذ رو برمی‌داری می‌خونیم. ما بریم سراغ کارمون تا مر بازی. آره منم اینو انجام بدم ببینم کدوم. خیلی مسابقه رو جدی گرفتی. دوستت دارم. فکر می‌کنی پرونده سختیه یا نه؟ نسبتاً بله، چون اکثر کسایی که تو این پرونده دخیل بودن به نوعی آشنا بودن با آقای شهری. بسیار خب، بریم برای بازجویی مرحله اول. آماده ای؟ بله. آقای شهاب شهری دومین فرزند خانواده شهریه. با توجه به سالم بودن قفل‌ها، آشنایی پسر خانواده با محل اختفای اموال گرانبهای خانواده و درخواست دائم سهم خود از اموال خانواده، احتمال سرقت توسط ایشون وجود داره. همچنین عدم حضور ایشون به همراه خانواده در گردش به دلیل حضور در دانشگاه، اونم در حالی که در کلاسایی که در روز انجام سرقت برگزار شده غیبت داشته، ایشون رو مشکوک‌تر می‌کنه. آقای شهاب شهری، درست میگم؟ بله. چند تا بچه این تو خونه؟ ما 3. خواهر، برادر؟ یه خواهر کوچیک‌تر داریم، یه برادر بزرگ. بلندتر صحبت کن، نمی‌شنوم. یه خواهر کوچیک‌تره، یه برادر بزرگترم دارم. صدا چرا انقدر پایینه؟ برادر خواهرات کجا؟ خواهرم که هنوز ازدواج نکرده، ولی برادرم ازدواج کرده خونه خودش. خواهرت هم دانشجو مثل خودت؟ خواهرم بلد نه، ولی پشت کنکوریه الان هنوز. با خانواده چه مشکلی داری؟ مشکلی نداریم، ولی به سری فشارهای میارن رو من که فکر میکنن حرفشون درست. خب اگه مشکلی نداری، پس این دعواها و مرافعات چیه؟ من دعوایی تو خونه نمی کنم. رابطت با پدر مادرت چجوری هم؟ من عاشق مادرم. بیشتر با مادرم بحث میکنم، دعوا نمیشه گفت. چون اونم چیزهای مشخصه که سیگار چرا میکشی، چرا دیر میای. بیشتر رو وسواسی بودنش مادرم نسبت تمیزی خونه و اینجور چیزا. پدر چطور؟ شنیدم که
باهاشون یه سری بحثا داشتین، حالا سر چه مسائلی بوده نمیدونم. مسائل پدر فرزندیه، زیاد چیزی نبوده که بخوام. بیشتر سر سیگار کشیدنم و دیر اومدنم اونجا چیز بود. بازم دعوا نمیشه گفت، هم بحث میشه گفت. بحثمونم سر اینه که میگه درس بخون، من میگم نمیخوام درس بخونم، میخوام کاسبی را بندازم. این پدر و پسر با همدیگه مشکل دارن. با پدرتون سر این مسئله بحث میکردیم؟ پدرم زیاد نگار مهم نیست برش، ولی بیشتر با مادرم. مثل اینکه سوال منو درست متوجه نشدی. بگو مگوی که تو با پدرت داشتی درباره چی بوده؟ بیشتر سر سیگار کشیدنم و دیر میام خونه اونجا چیز. شهاب جان چته اینقدر آروم حرف میزنی؟ چیکار کنم؟ خیلی آروم حرف میزنه، بلند حرف بزن. چرا یهو صداشو بالا برد؟ پول میخواستی ازشان؟ پول که میخواستم. چقدر؟ چقدر که زیاد نبوده، گفتم فقط در حدی باشه که من بتونم یک کاسبی را بندازم. پس بحثی که با پدرت داشتی سر همینا بوده، یعنی سر ارث و میراث و... پدرم در قید حیات اصلا درستش نیست در مورد ارث و میراث باشه حرف بزنم. ارتباط خوبی با پدرش نداره. خود پدرت به ما گفته که آخرین باری که باش دعوا کردی سر ارث بوده، یعنی یه سهمی بوده که تو میخواستی ازش. من سهم زیاد ازش نمیخواستم، فقط گفتم یه مبلغ یه چیزی بده سرمایه گذاری کنم، یه کاری را بندازم کاسبی. چه کاسبی میخواستی را بندازی؟ خرید فروش مثلا عمده بخرم، با دوستم هماهنگ کردیم. عمده چی؟ بدلیجات و اینا. یه کیسه طلا و چندین میلیون تومان پول نقد سرمایه برای کاسبی. منظورتون رو نمیفهمم. داره با روان متهم بازی میکنه. این دلیل محکمیه که شما بری طلاها رو برداری. منظورتون متوجه نمیشم. منظورم کاملا مشخصه، یعنی که من رفتم از خونه خودمون دزدی کردم. آره خودتو به اون راه نزن. شواهد و مدارک نشون میده که این سرقت کار یکی از آشنام میتونه باشه. حالا در صورت شما یکی از مظنونین ما هستین. ببخشید نمیدونم آقا، الان حرفایی که من خودم به خانواده خودم به مادر خودم زدن الان شما داری به من میزنی؟ من فکر میکردم پدر شما با شما خیلی مشکل نداره، ولی این حرفی که زدی معلومه که خیلی باش مشکل داری. خیلی باش مشکل ندارم، فشار رو من میاره. ببینید از بچگی رو من فشار میآورده. من فشارهای خانواده است که بچه رو تربیت میکنه، حالا چه درست چه اشتباه. به بابا میگم بابا آخه من یه سرمایه گذاری یه چیزی، من نمیخوام درس بخونم، من نمیخوام درس بخونم، من بچه کاسبی هم. بابا اصلا تو دهن استاد نگاه میکنم نمیتونم بفهم داری چی میگه، همش فکرم کاسبی برم بیرون این برون ور. آقای شهری جان. شما یه کلمه به من بگو، طلاها رو برداشتی به خاطر این همه فشاری که از بچگی رو شما بوده؟ شما خواستی رو پای خودت وایسی رفتی طلا رو برداشتی برای کاسبی؟ ببخش من شاید حرفم اشتباه به شما گفتم، شما اشتباه متوجه شدید. چه اشتباهی داری؟ شما میگی از بچگی به من فشار آورده، یعنی اینکه من به پول نیاز داشتم نمیتونستم از پدرم بگیرم، الانم این کارو کردم. ببین شما اگه قبول کنه که طلاها رو برداشتی من شاید با پدرتون صحبت کنم که راضی بشه همونقدر پولی که میخوایی و بهت بده. چرا باید قبول کنه طلاها رو برداشته؟ به کسی مشکوک نشدی؟ مشکوک که من به مادرم گفتم، گفتم مامان این همسایه روبرون همش در پنجره است خونه رو نگاه میکنه، اصلا درستش هم نیست، چون کامل از رفت آمده همون از اینجور چیزا خبر داره و میبینه همش هم در پنجره است، میبینه زندگی نداره، این کار نداره. آقای سهرابی همسایه روبروی آقای شهری هستند. بازنشسته تأمین اجتماعیه. به گفته آقای شهری ایشون در تمام 24 ساعت شبانه روز در حالی که در لب پنجره نشسته به رفت آمد مردم در کوچه نگاه میکنه. با بررسی های پلیس مشخص شد پنجره اتاقی که جواهرات در آن پنهان شده بود
از طریق پنجره‌ای که آقای سهرابی دائما از اون بیرون رو تماشا میکنن قابل رصد. چرا با ناخونات بازی میکنی؟ عادت همه. چرا با ناخوناش بازی میکنه؟ ترسیدی؟ نه، برای چی باید بترسم؟ نیازی نیست بترسی. 4 تا سوال ازت میپرسم بعد مرخص میشی. خب بگی که سریعتر من میخوام برم آخه. آقای سهرابی همسایه آقای شهری. چند وقت ایشون رو میشناسیم؟ از وقتی که اومدم توی محله. حدودش 10 سالی میشه. 10 سال. مدت زمان زیادیه. بابک شغل دوم چیه؟ شغل دومم؟ بله. شغل اول از من پرسیدین آقای محترم. بله شغل اول شما رو پرسیدیم. من یادم نمیاد. یادت میارم. شغل اول شما میدونی چیه؟ فضولیه. فضولی؟ بله. خب توش که نون نیستش. ولی دومی فکر کنم نون باشه. شغل دوم شما چیه؟ کار من آزاده. یعنی شغلم آزاده. از گذران زندگیتون از این طریق هستش؟ آره دیگه ماشین میفروشم، خونه میخرم، خونه میفروشم. دیگه هرچی که عرفه اون کار انجام میدم دیگه. حالا ماشین خرید فروش میکنی؟ ماشین دزدی هم خرید فروش میکنی یا نه؟ ماشین دزدی؟ کی به شما گفته؟ اینا رو دوستان میگن که حسودی میکنن نسبت به ما و یعنی ما که... ولی شغلش دوم شما دزدیه. به منزلشون رفت و آمد داشتین تا حالا؟ نه من با همسایه‌مون زیاد رابطه نزدیکی ندارم. چرا؟ خودتون بهتر میدونید. نمیشه به کسی اعتماد کنم. منم به کسی اعتماد نمی‌کنم. نه من بهتر نمیدونم. منم نمیتونم به کسی اطمینان بکنم. میخوام بدونم که نظر شما در این باره چیه. نظرمو گفتم. من به کسی اعتماد نمی‌کنم. به خاطرم با کسی رابطه نزدیکی ندارم. اینجا رو می‌شناسی؟ آها این خونه آقای شهریه. خونه رو شناخت. بند کفش شما توی حیاط خونه آقای شهری چیکار میکرد؟ بند کفش؟ بله. کدوم کفش؟ این بند کفش میتونه کلید حل پرونده باشه. مربوط به این کفش ورزشی میشه. آها. این کفش. این عکس مال 2 سال پیشه. مال الان نیستش که. بعدم من این کفش رو خیلی وقت پیش انداختم دور. یعنی اومدم پرتش کردم اشتباه رو رفت تو خونه این بنده خدا. جالبه به تازگی این اتفاق افتاده ولی شما میگید مربوط به 2 سال پیش میشه. پس خونه آقای شهری رو دیدی میزدی؟ فضولی میکردی؟ نه بابا یا پردهشون رفت کنار من دیدم داخل خونه شو دیگه همین. شما میدونستین که آقای شهری در حال بنایی هستن توی خونه شون؟ آره یه چند روزی هم داشت طول میکشید این کارشون. از کجا متوجه شدی؟ چه سوالی آخه دوباره از من میپرسین؟ خب صداش میومد دیگه. پس پسرش درست میگرد تو دیت میزدی فضولی میکردی. به خاطر همین اومده باید دعوا کرده درسته؟ نه بابا سر اون ماجرا نبود که. سر یه ماجرای دیگه بود. سر چی بوده؟ هیچی بابا. یه موتور رو خریده بودم. بعد میگه آقای موتور رو بده من، موتور رو به من بده. منم ندادم بهش. بعد ناراحت شد و گفت بابام بعدم پولشو میده. گفتم اول پولو بده بعد موتور رو برده برو. سر اون ماجرا کینه کرده ولم نمیکنه. شما به کسی مشکوک نیستین توی اون محل؟ آخه باید چی باید من تهمت بزنم مثل دیگران که دارن به من میزنن. من میدونم هم صدای من به شما گفتن که کار من بوده. چرا؟ چون که من میدونید چند روز کارکاسبیم خوب شده بعد یه ماشین خریدم بعد هم صدا اون چش دیدن اون ماشینه رو ندارن. ببخشید شما میگفتی که من با اینا اصلا رابطه نداشتم که رابطه نه ولی فروشنده موتور و ماشین و اینا که هستم بیگه گفته بودم بهت که کسی که با کسی رابطه نداره چجور موتور خریده فروش میکنه؟ چه سوالی از من میپرسید آخه؟ من از اینجا ماشین میپرسم به شهرستان یارو من رو نمیشستید چه حرفی میزنید چون؟ میگی باش رابطه ای نداشتی خب. یعنی مشکل داشتی باش من متوجه نمیشم چی میگیم ولی هرچی که شما صلاح بدونید هرچی شما صلاح بدونید؟ آقای سهرابی جانم روز 11 بین ساعت 6 تا 7 که شما خونه تشریف داشتین و داشتین به کار معمولتون میرسیدین ما تماساتون رو چک کردیم و متوجه شدیم که شما چند تماس چند دقیقه‌ای به یک شماره مشخص داشتین. میخوام بدونم چرا همچین چیزی رو از ما پنهون کردین. پنهون؟ نه من پنهون نکردم. من فقط فکر نمی‌کردم آخه اینقدر مهم باشه که بخوام بگم. یه پسر دارم از زن اولم. بعد نمیخوام نام زدم بدون ها. ببخشید وی زنگ میزنم حالشو میپرسم
از تو خونه. من به پسرم زنگ میزنم چون نمیتونم برم بیرون. نمیتونیم بریم بیرون؟ چرا نمیتونیم بریم بیرون؟ آخه من باید پامو عمل کنم. چند وقت پیش فوتبال بازی کردم، بچه ها شوخی کردم با من پام ضربه دید، ربات پام پاره شد. تنها زندگی میکنی؟ بله فعلا. یعنی چی فعلا؟ نامزد دارم، به زودی انشالله ازدواج میکنم. پس به پولم احتیاج داری؟ همه به پول احتیاج دارن، این چه سوالی میپرسی؟ این میتونه توجیه بکنه سرقتت رو. یعنی هر کی به پول نیاز داره دزدی میکنه؟ در صورت هزینه ها بالاست، باید یه جوری تامین بشه. سوالتون جوابش رو نمیدونم چی جواب بدم. میدونی چرا آخه پیچیده میکنید؟ میخواید یکی رو گردن بزنید، میخواید من رو گردن بزنید با این سواله. آقای صمد برحق طی روزهای گذشته مشغول انجام کار برنایی در منزل آقای شهری بوده. به گفته خانواده شهری به دلیل نیاز منزل به تعمیرات و تغییرات اساسی، آقای برحق به مختصات خانه به طور کامل اشراف پیدا کرده بود. ایشون حتی از صحبت‌های آقای شهری و تاکیدشون بر امنیت اتاق خواب متوجه شدند که به تازگی مقداری جواهر خریده شده و احتمالاً با کمی کنکاش از محل جاسازی این جواهرات با خبر شدن. آقای برحق. جانم جناب. خوبین؟ زنده باشید ممنون. میگم شما چطوری با خانواده آقای شهری آشنا شدی؟ والا من دو تا کوچه پایین‌تر داشتم یه دونه خونه رو بازسازی می‌کردم. اینم اومد کار ما رو اونجا دید، خوشش اومد شماره‌مو گرفت. از چه تاریخی تا چه تاریخی کارو بنای خونه‌شون داشتین انجام میدادین؟ فکر کنم 3 اردیبهشت بود کارو شروع کردیم و تا نهم هم قرار بود تمام کنیم که همونجوری هم شد. تا نهم من کارو تمام کردم دیگه، باهاشون رفت و آمدی به خونه‌شون نداشت. چه می‌دونستم تهش می‌خواد جوری داستان بشه. 100 سال شماره‌مو نمی‌دادم بهش کارشو انجام بدم. چه داستانی؟ چه داستانی می‌خواد بشه؟ منو برداشتین آوردی اینجا، من داشتم زندگیمو می‌کردم. الان اینجا من چیکار دارم می‌کنم؟ شامل قفل‌ها و کمدها هم می‌شده. خب درست کردن قفل‌ها و کمدها کار من نیست. یه آدم تأسیساتی می‌خواد. ولی خب چون یکی دو تا بیشتر نبود و منم از پسش برمیومدم، دیگه نخواستم به زحمت بندازمشون، خودم براشون ردیف کردم. پس تو کمد و قفل و اینا رو هم درست می‌کردی؟ یکی دو تا بود بلد بودم براش درست کردم. خونه کدوم منطقه‌شو داشتی چیز می‌کردی، تعمیرات می‌کردی؟ والا خودتون خونه رو دیدین دیگه، کلنگی و درب و داغونه، همه جاش به هم ریخته بود. من همه جای خونه رو تقریبا یه دستی کشیدم. این کمد قدیمیه، قفلش هم قدیمی بوده و شما بهشون پیشنهاد داده بودین که قفل کمد رو عوض کنن. خب من به همیشه به همه مشتری‌ها میگم قفلای قدیمی رو عوض کنن. خیر و صلاحشون رو میخوام، کار بعدی میکنم. اینم شما درست کردید؟ عکس رو از دور به متهم نشون میده. خب ببر جلو. نه من اینو تا الان ندیدم، اولین باری میبینم. اولین بار. حتما یه چیز رو میدونید که این قفل با ابزار و یه سری خراشه سطحی باز شده و هیچ نشونه ای از شکستن نیست. آره خب اونجور که تو عکس معلوم بود حق با شماست. فکر میکنم اینطوری باشه. پس شما همه چیز رو درست کردی؟ میدونی که همه چیز کجاست؟ آشپزخونه کجاست؟ در مال کجاست؟ حتما این قفل رو هم میدونی مال کجا. من کل اون خونه رو چرخیدم بالا پایین کردم. باید درست میکردم دیگه، همه جا خراب بود. ولی اینو ندیدم. الان دست شما اولین بار دارم میبینم. روز 11 اردیبهشت ما کجا بودین؟ من نمیدونم جناب، اصلا 11ام کی میشه؟ چند شنبه میشه آخه؟ من خبر ندارم که، من روز و شبام اصلا خبر ندارم. جمعه ساعت حدود بین 6 تا 7 عصر. خب جمعه ها من میخوابم دیگه. شنبه تا پنج شنبه زحمت میکشیم، یه روزم استراحت میکنیم. وقتی که خونش بودی یه سری حرفا متوجه نشدی؟ داشتی کمد درست میکردی؟ کدوم حرفا؟ که مثلا آقای شهری درباره طلایی، جواهری، پولی صحبت کنه. بابا طلا چیه؟ من اصلا چیزی نمیدونم. من فقط اونجا داشتم کارمو میکردم. فضول کار این اون نیستم که. فقط یه چند بار شنیدم که با این پسرش بگو مگو میکرد. پسره هی میگفت به من پول بده، پول بده، پول بده. نمیدونم میخوام کار کاسبی را بندازم، چی بخرم، موتور بخرم، فلان کنم. همین. میگه فضول نیستم ولی همه چیو شنیده. شاهدی هم داره که ندا رو ثابت کنه؟ شاهد؟ والا من به خدا تو خونه تنها زندگی میکنم، ولی اون روز ساعت 8:30 رفتم سوپری سر کوچه شام بخرم.
اونم منو میشناسه. چه ربطی به این قضیه داره؟ من شاهد خواستم از اینکه ببینه بین اون ساعت تو خونه بودی یا نه، بعد تو سوپری معلوم میکشی وسط. شاهدم که نداره. آقای شهری به من گفته که یکی دو بار با هم دیگه به مشکل خوردین و سر یه سری مسائل بگو مگو کردین. میخوام از ذهن خودت بشنوم که اون مسائل چی بوده. آقای شهری رو اون وقت کی دیده؟ چقدر بهت نداد؟ فکر کنم یه 500 600 تومانی مونده. آها، پس به خاطر همین به سرت زد که بری طلاها رو برداری. کدوم طلاها؟ انگیزه دزدی یا داشته؟ از شما ازش طلب داشتی؟ بهت نداده؟ شما مجبور شدی بری طلاها رو برداری؟ من نمیدونم در مورد چی دارین حرف میزنین. طلا چیه؟ شما انگیزه کافی برای سرقت اون طلا و جواهراتو داشتی؟ بابا طلا جواهرات کدوم انگیزه چیه؟ من فقط رفتم اونجا تعمیرات خونه‌شون رو انجام بدم به خدا. اونم که اون پول ما رو تیکه تیکه هی داشت میداد نمیداد، آخرش هم با ما جنگ و دعوا، پولمون هم به زور گرفتیم ازش. هنوز یه مقدارم از طلبم مونده دستش. دیگه الان فکر کنم صاف شدیم ما هم دیگه. حتی شاید هم بیشتر از اون چیزی که حقت بوده برداشتیم. من که نمیدونم در مورد چی حرف میزنین جناب، ولی به خدا من کلافه، من اصلا نمیدونم چی دارین میگین شما. متوجه حرفای شما نمیشم. تا اینجای برنامه بازجویی‌های مرحله اول دو شرکت کننده که حالا شدن دستیار کاراگاه رو از سه متهم این پرونده دیدیم. بازجویی منطقی و درست بر اساس سرنخ‌ها از اصول مسابقه سرنخه. حالا دستیارها باید یک نفر از مظنونین رو به عنوان مجرم اصلی معرفی کنند. درست یا نادرست بودن حدس شرکت کنندگان در این مرحله صرفاً میتونه امتیاز مثبت یا منفی داشته باشه و کار هنوز تموم نشده. اما قبل از اون یک بار دیگه توضیح پرونده رو برای یادآوری با هم دیگه ببینیم. در عصر 11 اردیبهشت خانواده آقای شهری که برای گردش در شهر از منزل خارج شده بودند، به محض بازگشت خود متوجه سرقت از منزل می شوند که طی این سرقت کلیه جواهرات و پسنداز داخل منزل این خانواده که برخی از این اموال به صورت کاملا مخفی در پشت کمدی در داخل اتاق خواب قرار داشت و جاساز شده بود به سرقت رفت. هیچ یک از اموال مسروقه شامل بیمه نبودند و فشار روانی این سرقت باعث شد خانم اسکندری که همسر آقای شهری می باشند دچار سکته قلبی مختصری شوند. با بررسی های پلیس مشخص شد قفل درب ورودی منزل دچار شکستگی نشده و کاملا سالم است و سارق برای انجام سرقت خود جستجوی زیادی انجام نداده و مستقیما سراغ اهداف خود جهت سرقت رفته است و همچنین بوی سیگار داخل خانه نیز از نکات قابل ذکری بود که در داخل خانه احساس می‌شد. با بررسی شواهد و سرنخ‌ها و همچنین گفتگو با خانواده مال باخته، سه نفر به عنوان مظنونین اصلی این سرقت شناخته شدند. مرحله اول و بازجویی‌هاش رو پشت سر گذاشتیم. چطور بود؟ یه مقدار پیچیده بودش، اما با توجه به اظهاراتی که داشتن حس میکنم آقای سهرابی این کارو کرده. آقای سهرابی، پس نظرت تا به اینجا در خصوص فرد سارق آقای سهرابیه. بسیار خوب، درج میشه. محمود، انتهای مرحله اوله. احساس میکنم بازجویی ها اذیتت کرده. آره یه خورده سخت بود. سخت بود؟ خیلی سخت بود. آره. همون اول برنامه هم گفتی سخته، گفتم اگه راحت بود که ما انجامش بدیم. آره استرس دارم بود، خیلی پرونده استرس داری بود یه جورایی احساس میکنم. سختیش حالا بگیم آره استرس داشت و حالا جذاب هم بود، ولی خیلی آره استرسش بیشتر بود. جذابیتش خوب بود، راضی هم ازت. باید اونیم نظر کاراگاه چیه. اما الان در انتهای مرحله اول به همون بگو که سارق کیه؟ پسر آقای شهری. اسم و فامیلیش رو بگو؟ شهاب شهری؟ شهاب شهری. بسیار خوب، ببینیم نظر کاراگاه چیه. خب، حدسیات شما اینجا محفوظ پیش من، اما میریم برای نقد و بررسی بازجویی شما عزیزان در مرحله اول. محمود جان، برادر، خیلی استرس داشتی، همینجور شور عرق میریختی، دستاتو نگاه میکردم گاهی دستت میلرزید، سعی میکردی دستاتو پنهان کنی ولی از دید من نتونستی پنهانشون کنی. در کل روندت خوب بود،
اول دقت نمی کردی به سوالاتی که می پرسی و جوابایی که می شنوی، اما کم کم به سوالاتی که می پرسیدی مسلط تر شدی. کاوه جان، چرا از سرنخ‌ها استفاده نمی کردی؟ من این سرنخ‌ها رو در اختیار تو قرار دادم که ازشون استفاده کنی. و نکته ای که محمود جان انجام داد این بود که من فراموش کردم بگم، از سرنخ‌ها استفاده کردی، اما یک جایی من دیدم عکس رو میخواستی به متهم نشون بدی. اینم شما درست کردید؟ خب این عکس چاقو یا اسلحه که نبود از دور بهش نشون دادی، اینو بنده خدا از این فاصله 2 متری چطور میتونه ببینه؟ میتونست این عکس رو بری نزدیکتر که واضح ببینه و تو میتونستی عکس العمل صورت متهم رو ببینی و ارزیابیت بهتر میشد. اما در کل هر دو خوب بودید. شما اعتماد به نفست بهتر بود نسبت به محمود. بریم ببینیم مرحله دوم چی کار میکنید. اما من یک نفر از مظنونین رو الان حذف میکنم تا شما روبروی 2 مظنون دیگه قرار بگیرید. کارتون ساده تره. در واقع 50% شد، یعنی 50-50 شد حق انتخابتون، یا غلطه یا درسته. اما چه کسی حذف میشه؟ آقای سهرابی از این مرحله حذف میشه که دلایلش رو بعداً من بهتون خواهم گفت. میریم برای مرحله دوم مسابقه سرنخ، ببینم چه میکنید. متوجه شدیم تنها راه ورود به خانه بالا رفتن از تیر چراغ برق بوده و آقای سهرابی به دلیل مشکلات فیزیکی از جمله درد زانو نمیتونست از پس این کار بر بیاد. در ضمن بند کفش مشابهی که در صحنه جرم کش شده بود مربوط به یک کتونیه، در حالی که رد پای مجرم نشون میده اون کفشی شبیه پوتین به پا داشته. آقای برحق، بله، این پرونده 3 مظنون داشته که یکیش رفع اتهام شده، میمونه 2 نفر، ولی من مطمئنم سارق اصلی پرونده شمایی آقای برحق. ای بابا گرفتار شدیم. سارق چیه جناب؟ سرقت کدومه؟ من 100 تا مثل این خونه ها کار کردم، از اینم بهتر، همشون هم بهم اعتماد دارن، خونه شون رو میسپرن به من. من 100 بار موقعیت داشتم از خونه های اونا سرقت کنم اگه دوز بودم، اگه دنبال اینجور چیزا بودم. پس چرا تا حالا این کارو نکردم؟ چرا یکی اینا نگفته آقا از خونه ما یه چی گم شده؟ این اصلا انگار با من مشکل داره. حتما میدونم سر اونی که پولم ازش خواستم ازم بدش اومده، داره برام پاپوش درست میکنه. شما تو اون اتاقی که دزدی اتفاق افتاده رفتی؟ من که نمیدونم کجا رو میگید، ولی یه اتاقی بود که یکی دو بار دیدم پسرش رفت اونجا، یه چند تا ابزار از من گرفت و رفت اون تو. گفتم اگه میخوای من بیام کمکت کنم، گفت نه خودم درستش میکنم. باباش اینا هم خونه نبودن دیگه، نمیدونم چی شد. دستای قوی داری، به نظر برای شکستن قفل مناسب میاد. چیکار سن قفل چیه جناب؟ من کارم ساختمون بدنم خانه‌ها درگیره دیگه، با این سیمان و آجر و فرغون و اینا. خب بدن آدم تاثیر میذاره دیگه. شما یعنی داخل اتاق نرفتی؟ نه دیگه. پس چرا اثر کفشتون اونجاست؟ کدوم کفش؟ همین کفشی که الان پوشیدی. خب من چند روز اونجا کار کردم، تمام خونه رو بالا پایین کردم، معلومه اثر کفشم بایدم اونجا باشه. شما با کفش روی فرشای خونتونم را میری؟ روی فرشای خونه؟ خب ما بعضی وقتا واسه اینکه وسایل جابجا کنیم، یه وقتایی نمیتونیم تون تون بند کفشامونو که بازو بسته کنیم. شاید رفته باشم، نمیدونم. اصلا نمیدونم اینا رو برای چی داریم میپرسیم. تا حالا بهش فکر نکردی یا الان یادت افتاد؟ شما با کفش رفتی طلا جواهرات رو برداشتی برگشتی. آقا حالا یه رد پای ما رو کفش بوده، طلا جواهر چیه؟ چی داریم میگین؟ در مورد چی حرف میزنین؟ باید به سایز کفشش اشاره میکرد. خیلی مضطرب به نظر میای. حس میکنم که از چیزی داری فرار میکنی. فرار چی؟ خب من از خونه برداشتین آوردین اینجا، من از هیچ خبر ندارم، نمیدونم چی شده. از سرقت و جواهر و اینجور چیزا حرف میزنید، خب من چیکار کنم؟ باید اینجا حالم خوب باشه؟ چرا شما همیشه کاسه کوزه ها رو سر این آدمای بدبخت بیچاره و طبقه پایین میشکوین؟ آخه من چیکار کردم؟ چرا با این بالایی ها کاری ندارم؟ با این دکتر مهندسا من بدبخت دارم دنبال یه لقمه نون حلال میگردم صبح تا شب میرم. آقای برحق، دکتر مهندسی وارد خونه نشده که. شما به عنوان بنا وارد خونه شدی؟ الانم با این تفاصیلی که من دیدم شما
دزد پول و طلاها هستی. بابا خودتون داریم میگیم بنا، من چند سال دارم این کار رو میکنم. شما با خونه آقای شهری با ماشین رفت آمد میکردین یا تاکسی میگرفتین؟ نه ماشین کجا بود، من همیشه وسایل کارم رو با تاکسی این برون بر میکنم. چرا با تاکسی؟ خب اینجوری راحت ترم. ماشین نداری مگه؟ ماشین کجا بود؟ با این یه دستمزد بخور و نمیر ماشین میشه خرید. اون سواری نقره ای که باشون هم عکس گذاشتی توی فضای مجازی برای کی بوده؟ میخوای مدعی بشی که اونم واسه تو نبوده؟ معلومه که واسه من نبوده، من اصلا ماشین ندارم. مال یکی از این مردم باحال بوده که داده باش چند تا عکس انداختن دیگه. آدم خوبی بود، هیچی بهم نگفت، منم چند دقیقه اونجا وایسادم باهاش عکس انداخت. چرا باید با ماشین مردم عکس بگیره؟ آقای برحق الان با این پولی که داری میتونی ماشین بخری. کدوم پول جناب؟ مگه چقدر واسه تعمیر اون خونه به من داده؟ در مورد چی حرف میزنی؟ در مورد اونم... پولایی که برداشتی. از محتویات داخل کمد خبر داشتین؟ من چی نمیدونم، ولی راستشو بخواین جناب از شما چی پنهون کنم. یه بار آقای شهری داشت حرف میزد، حرفاشو شنیدم و توی حرفاش میگفتش که انگار یه چیز باحال و یه چیز گرون قیمتون توه. پس شما برداشتی؟ شما الکی بدون مدرک داری منو متهم میکنید. بابا من رفتم اونجا دنبال یه لقمه نون حلال. من هزار تا این خونه ها تا حالا تعمیر کردم. طرف کلیدشو میده به من، میره بیرون میاد خونه رو تحویل میگیره. اگه میخواستم میرفتم همه اون خونه ها رو خالی میکردم. اگه دنبال همچین پولی بودم این همه فرصت داشتم. نمیومدم اینجا واسه چندرغاز 7 روز 8 روز 10 روز برم اونجا خودم علاف کنم. خب مثل اینکه دلایلمون داره تکمیل میشه برای اینکه ثابت بکنه شما سارق اصلی ما هستی. سارق چیه جناب؟ آقای برحق بهتره که اعتراف کنی وقتی من خودت هم نگیری. آقا اعتراف به چی؟ آخه من نمیدونم در مورد چی حرف میزنی. اعتراف به سرقت. آقای شهاب شهری جان، این پرونده سه تا مظنون داشته که یکیش رفته اتهام شده، میمونه یه نفر رو شما، ولی من میگم کار کار خودته. حالا که بابات خودش بهت پول رو نداد خودت ازش دزدیدی؟ من نمیدونم چجوری صحبت کنم، چجوری به شما بگم. من میدونم دلیل الان که اینجا روبروی شما نشستم پدرمه، چون مادر منو کامل میشناسه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد ادبم کنه؟ میخواد چی ثابت کنه؟ به من شک کرده؟ من دزدم؟ از پدرش شاید میخواست فقط انتقام بگیره. شما درسته که با کفش وارد خونه میشی، درسته؟ بله با کفش وارد خونه میشم، با دمپایی که وارد خونه نمیشه. آقای شهری من مگه با تون شما شوخی دارم؟ من مگه با این شوخی دارم؟ ببینید حیات اتاق من، یعنی تو حیات ما یه جوری که اتاق من اصلا ربطی به سالن نداره. من درسته با کفش میام، ولی میام تو اتاق خودم. آه رفت سراغ کفشا. با تو بیار جلو ببینم. اون روز چرا با خانواده نرفتی بیرون؟ اگه نرفته بودن تفریح؟ رفتم دانشگاه. آقای شهاب شهری دانشگاه اون وقت تعطیل بوده، شما هم غیبت داشتی، چی میگی برای خودت؟ تعطیل بوده غیبت داشتیم؟ بله. من دانشگاه بودم، ببخشید. مطمئنم دانشگاه بودم. ساعت 7 دیگه کلاسی نیست. چرا کلاسی که نه، کلاس اولام تشکیل نشد، ولی کلاس بعدیمون هم نرفتم، ولی تو محیط دانشگاه بودم. آها حالا شد. بعد از دانشگاه کجا رفتین؟ با دوستم رفتیم کافه جای چیز. کدوم کافه؟ سمت انقلاب. یعنی رفتیم اونجا نقشه بکشی؟ نقشه چی؟ اسم دوستت چیه؟ آرش. میتونه بیاد شهادت بده که شما با هم بیرون بودید؟ آره رفیقمه، میتونه بیاد شهادت. به نظر من تو نسبت به بقیه مشکوکتری و کار کار خودت بوده. ببینید من یه کلام حرف میزنم، شرمنده شاید سرتونم درد بیارم، ولی به بابام میگم آقا من
سرمایه گذاری میخوام بکنم. میخوام آقا تو پول اولیه رو به من بده، من یه کاسبی به هم بزنم. هر چی تو گفتی درست. با حتی این کارم نکرد برای من. من بگه بچهش نیستم. هر موقع هر کاری که گفت فلان کار رو برات کردم. من خودم با دستای خودم نوشتم. بابا آب داد، بابا نون داد، ولی سواد نوشتن منت رو نداشتم. شما این پوله یه جرایی فکر کردی که حقته، میتونی برداری، اشکالی هم نداره، رفتی به راحتی برداشتی. آقا من یه چیز به شما بگم، خب من میگم کاسبی میخوام راه بندازم، بعد حتی یه خاله، یه دایی، عمو بفهمه من از پدرم دزدی کردم، تا همین الانش آبروم رفته. آقا نمیدونم بیرون از اینجا الان چه خبره، خالم فهمیده، دایم فهمیده، عمو فهمیده، اینا رو من نمیدونم. بیشتر این ترس و ناراحتی من به خاطر همینه که کسی بیرون از اینجا بفهمه که من اینجام. خب ایب نداره شما الان بگی من این کارو کردم، همه چی تمام میشه. حالا شاید با پدرتونم صحبت کردم، ایشون شما رو بخشیدن. آقا من چرا بس کاری که نکردم بگم کردم؟ چرا خودم رو خراب کنم بس کاری که نکردم؟ از کجا معلوم کاری که میگی و نکردی؟ کاوه چیکار می‌کردی؟ دهنتو گرم می‌کردی؟ عضلات صورتمو شل می‌کردم. شل می‌کردی تازه؟ خیلی خوب، اب نداره. خب، بازجویی مرحله دوم رو دیدیم. کاوه می‌خواد الان به اون بگه که بعد از بازجویی مرحله دوم نظرش اینه که چه کسی سارق؟ شهاب شهری. بسیار خوب، ببین نظر کارو گفت. محمود؟ بله. محمود خان جان دلم، من نگاه کن، خب دلم تنگ شد دوستت. محمود من تو رو واقعا دوستت دارم، به عنوان شما رو خیلی دوست دارم. و دستیار کارگاه. جدی میگی؟ باور کن، دل به دل میان، راه داره اینجاست. اینجاست دقیقاً همین. دقیقاً همینجاست. درود بر تو. انتهای مرحله دومه، به من یه ذره توجه کن. دارم گوش میکنم. علیکی میخوام چیکار؟ بذار کن. دارم گوش میکنم. آره بابا کاغذ رو بذاری من توجه کنم. همزمان هم گوش میکردم، هم داشتم فکر میکردم چیکار. من از اونام که فقط باید به من توجه بکنی. اینجوری نمیشه. میخوای اینجوری باشم؟ اینقدر دوست دارم همینجوری بمون. محمود انتهای مرحله دومه. خدا رو شکر روحیات لطیف تو همینجا خرج میکنی، تو تا بازجویی خرج نمیکنی. اونجا خوب نیست، اینجا لطیف باش. محمود انتهای مرحله دومه، بهم بگو که کی سارقه به نظرت. این فرصت آخرته. اشتباه بگی، اشتباه گفتی دیگه. من همه فکرامو کردم، فکر میکنم خود شهاب شهری باشه. شاید یه گوشه از فکراتو نکرده باشی، میخوای الان بکن بگو. نه 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 مطمئنم، چون دیگه پسرش واقعا به پول نیاز داشته دیگه، فکرم قطعا همین کارو کرده. خیلی خوب باشه، بریم ببینیم نظر کارگاه چی. خیلی خب، یه سری اشتباهات رو دوباره تکرار کردین. محمود جان تو تمرکزت بهتر شد، کمتر عجله کردی، اما نمیدونم چرا یه وقتایی سرت پایین بود، یعنی زیرچشی داشتی متهم رو نگاه میکردی، این باعث میشه اقتدارت کم بشه. کاوه جان تو تمرکزت به مراتب بهتر از محمود بود، از حواس پنجگانت به خوبی استفاده کرد. یه کاراگاه باید بدونه که کی چی بگه و جای خطایی هم نداره. متاسفانه تو این مرحله هیچ کدوم از شما دو عزیز نتونستین حدس بزنین که سارق این پرونده کیه. پرونده سختی بود، قبول دارم، ناامید و مایوس نشید. من بهتون میگم که سارق کیه. سارق ما آقای صمد برحقه. دلیلشو الان بهتون میگم. آقای صمد برحق، ایشون در طول مدتی که به خانه آقای شهری رفت آمد داشتن، موفق به شناسایی جای پول و طلاها شدن. قصد داشتن آقای شهری رو قانع کنن تا اجازه بدن ایشون قفل در کمد رو عوض کنن تا کلید کمد رو هم داشته باشن. با اینکه کار ایشون بناییه،
در نهایت عصر روز 11 با خروج خانواده شهری از خانه از طریق تیر چراغ برق خودشون رو به حیاط رسوندن و وارد خانه شدند. با ابزار کارشون سعی کردند در کمد رو باز کنن و پول و جواهرات رو بردارن. موقع خروج از خانه ردی از کفش خود روی فرش باقی گذاشتن. با توجه به مذهبی بودن و وسواسی بودن خانم شهری امکان نداشت اجازه ورود با کفش رو به ایشون بدن. بعد هم سوار ماشینشون شدن که طبق عکس‌ها روی داشبوردشون فندکی وجود داشت که نشان از سیگاری بودن ایشون داره. اما روند بازجویی هر دوتون به نظر من قابل قبول بود و چون یه کوچولو کاوه عزیز روند بهتری داشت و تمرکزش از شما بهتر بود، نشان نقره تقدیم ایشون میشه به رسم یادگاری و ادب و احترام و نشان برنز هم متعلق به شماست. شماها خطاهایی داشتید که از چشم من پوشیده نمود که ایرادی نداره، اما یه بازجوی واقعی به هیچ عنوان اجازه اشتباه کردن نداره. نشان نقره تقدیم به شما و نشان برنز به رسم ادب و احترام تقدیم به شما. امیدوارم سال خوبی داشته باشین و دوباره شما رو در این برنامه ببینم. خب کاوه، نشان نقره مسابقه سرنخ رو گرفتی، به تبریک میگم. خیلی ممنونم. مسابقه چطور بود؟ خیلی هیجان انگیز بود. هیجان انگیز بود؟ بله. هیجانش تو کجاش بود؟ قسمت بازجویی. بازجویی دفعه اول بود بازجویی میکردی و طبیعتاً تجربه نوعی بود. فکر میکردی بازجویی اینقدر پیچیده و دارای قلق و ترفند باشه؟ نه واقعا فکرشو نمیکردم، ولی واقعا لذت بردم. ما هم از بودن در کنار تو و حضور در برنامه لذت بردیم. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنونم. امیدوارم به زودی ببینمت. مرسی. میزنی رو میز محمود؟ استرس گرفتی آخر بازی؟ برونز هم گرفتی؟ خراب کردم. نه ایراد نداره که، تو بازجوی واقعی نیستی که. منم جای تو بودم تو این پرونده شاید به نتیجه نمیرسیدم. اصلا خودتو ناراحت نکن. علی اصلا فکرش نمیکردم واقعی برحق باشه. دیگه بالاخره سخته، پرونده پیچیدگی خاص خودشو داره. نظر راجع به مسابقه سرنخ و شرکت در اون چی بود محمود؟ به نظر برنامه خوبیه، به من که خوش گذشت، جذابم بود. حالا هیچ جورایی بازجویی هم یاد گرفتیم، شاید دفعات بعدی بهتر بتونیم بازجویی بود. شاید یه جاهایی تو زندگی به کارت خورد مثلا. آره دیگه، یه جایی بخوام از یکی بازجویی. شاید شب خوابیدی دفعه فردا بازجوی واقعی شدی. همچین چیزی نمیشه. حالا شاید شد. آخ نمیشه دیگه علکی. نمیشه واقعا. خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم از حضور در مسابقه سرنخ. امیدوارم که همیشه در زندگی موفق و پیروز باشی. نشان برنز مسابقه هم به حال قابل ارزش هست و میذاریم پای پیچیدگی مسابقه. بهتره که دارایی های با ارزشتون رو در منزل شخصیتون نگه ندارید و اونها رو به صندوق امانات و بانک ها بسپرید. اگر خواستید وسایل گران قیمتتون رو در منزل نگه دارید، اونها رو در دسترس عموم قرار ندید و فقط به افراد مورد اعتمادتون جای اون وسایل رو اعلام کنید. با آگاهی زندگی کنید.